وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. 25 دسامبر نیز گذشت و داریم وارد سال جدید میشیم. گاهی تصور آدمی بر این هستش که با آمدن ایام جدید و سال جدید گویا که برکت و تحولاتی نیز ایجاد خواهد شد. البته مسلما خوب هست که ما یک اندیشه مثبتی داشته باشیم نسبت به ایامی که درش قرار بگیریم، اما اگر بدون تصمیمات جدی و اگر بدون هیچ نوع تلاش و برنامه ریزی ما وارد اون ایام و سالهای جدید بشیم، تصور نمی کنید که این فقط یک خوشخیالی هست و یک نوع شعار هستش که ما رو به بازی گرفته. در گذشته آنانی که اهل خرافات و مذاهب دروغین بودند سعی می کردن با رسوماتی که از گذشتگان خودشون دریافت کرده بودن نسبت باورهاشون دست به اعمالی بزنن که سال آینده رو سال خوب و نیک بدانن. از این رو آنان رو ما خرافاتی می دانیم، چرا که درش هیچ قدرتی نبود و فقط اینگونه بود که می گفتن سال آینده به خاطر کارهایی که انجام دادیم و یا فکری که کردیم سال پر از برکت خواهد بود، سال پیروزی خواهد بود، سال آزادی خواهد بود. اما چون در اون برنامه مناسبی نبود نسبت به اون موقعیت‌ها و نیز وقتی گذاشته نشده بود نسبت به اون ایام آینده، ادامه ایام دوباره با سختی‌ها و مشکلات نیز ما می‌بینیم که مردم درگیر هستن. در نامه غلاطیان 5:8-10 رو براتون میخونم، اعلام میکنه: در گذشته پیش از آن که خدای حقیقی را بشناسیم، خدایان خیالی خود یعنی بت‌ها را بندگی میکردیم. اما اکنون که خدای حقیقی را یافتیم، یا بهتر بگویم خدا شما را یافته است، چرا باز میخواهید بنده آن اصول ضعیف و بیفایده مذهب باشید تا با انجام آنها به آسمان راه یابید؟ آیا فکر میکنید با انجام تشریفات مذهبی در روزها و ماها و فصلها و سالهای مخصوص میتوانید مقبول خدا واقع شوید؟ اگر انسان با افکارش، با رسومات، با خرافات نمیتواند ایام خودش رو در شادی و پیروزی قرار بده و حتی نمیتونه به خدا خودش رو نزدیک کنه، چقدر بهتر هستش که بیاد با این نوع فکرها یک تسویه حساب کنه و بهتر بگم با گذشته خودمون نیز تسویه حساب کنیم. آن مسائل و آن مواردی که باعث خستگی های ما در سال گذشته شده، ترس های ما شده، باعث ضعف ما شده، باعث کدورت ها شده، باعث این شده که بین ما و افراد دیگه اختلافی ایجاد بشه و یا اینکه موقعیت درآمدی ما کم شده، همه اینها رو بیاریم در حضور خدا بریم و ببینیم مشکل کجا بوده و یک تسویه حساب در از تقدیس کردن زندگی خودمون قرار بدیم و اونجا هستش که از خداوند بخوایم که خداوند تو قوت ما باش و تو ما رو برکت بده در سال آینده تا ما تحت اراده تو نیز زندگی کنیم، چرا که ما ایمان داریم که تدبیرهای گذشتگان نسبت به باورها و مذاهب خرافاتی در مسیحیت هیچ جایی نداره. همان گونه که ما می‌دانیم در دوم قرنتیان 5:17 می‌خوانیم که در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت. اینک دست به دست خداوند عیسی مسیح در مقابل موضوعی که در گذشته پیش آمده قرار بگی و یک تسویه حساب کن و از خداوند بخواه که برای سال آینده قوت و حکمت تو باشه تا پیروزی و برکت رو از او دریافت کنید.